خب بخیر شروع میگیریم به درس خود. ما روز گذشته تا کنم قسمت کار کرده بریم قسمت سیتنگ و پرایویسی. پرایویسی گفتیم کلن به خاطر اجازه دادن از دیگه ما با کدام برنامه چی بخشه یا کدام بخشه اجازه بکنیم. ما قسمت از قسمت بگم سیم به این کنیم و بعد ما تا به قسمت فکر کنیم وایس اکتیویشن کار کردیم. حال امروز میایم نوتیفیکیشن پرایویسی مربوط به نوتیفیکیشن کار میکنیم. خب وقتی بالا از این ما کلیک میکنیم در این قسمت چی گفته؟ یعنی یوزرهای موجود در کامپیوتر بتونن به نوتیفیکیشن دسترسی داشته باشن یا نه؟ فعلا دسترسی دارن. از این میتونیم دسترسی آف کنیم. همین آف کنیم دیگه هیچ یوزر نمیتونه به اپلیکیشن ها و نوتیفیکیشن های مربوط به ویندوز و به این سیستم دسترسی داشته باشه. اگر این آن موندیم باز ما یک بخش دیگه اینجا داریم انتخاب میکنیم که کدام برنامه ها به نوتیفیکیشن ها دسترسی داشته باشه. در صورت که برنامه های باشه که لزوم به نوتیفیکیشن داشته باشن لیستش یک قسمت قرار میگیره. فعلا کدام برنامه نیست پس اینا جداگانه میتونیم آف کنیم یا هم میدونیم هر برنامه که دیگه وجود داره جداگانه نوتیفیکیشن هاش هم آف یا آن کنیم. در اینجا شما میبینیم بعد داریم اکانت اینفو معلومات در مورد اکانت. اکانت چی نمیگن؟ اما اکانت مایکروسافت را که ما داشتیم یا ایمیل یا هر چیز باشه اون رو اکانت میگن. خب اکانت اینفو اکسس یعنی در این دیوایس یوزر ها و کامپیوتر به همین اکانت ها دسترسی داشته باشن یا نه. دسترسی رو ما میتونیم اجازه کنیم فعلا آن است یعنی دسترسی دارن. باز اگه آف کنیم هیچ کس دسترسی نمیتونه داشته باشه به اکانت ها. ولی بعد از اینکه ما این آن توی کنیم باز اینجا گزینه های جداگانه است کدام برنامه ها تعیین میکنیم کدام برنامه ها به اکانت ها دسترسی داشته باشن. مثلا یک اپلیکیشن هست به نام ایمیل ان اکانت. این اپلیکیشن به ایمیل و اکانت دسترسی داشته باشه یا نه؟ اگر آن بود دسترسی داره نه بود نه. مثلا مایکروسافت کانتنت به محتوای مایکروسافت دسترسی داشته باشیم یا نه؟ اونا مال گفتن نه؟ خطر نداره؟ نه چرا خطر داشته باشه؟ و همون تو گزینش مایکروسافت ایج براوزر است یعنی این به اکانت ها دسترسی داشته باشه یا نه؟ از این قسمت اجازه شده این میگنم اگر باز خواستیم به صورت همزمان تمامش دسترسی نداشته باشن این آف میکنیم تمامش آف میشن بشه. بعد از کانتکت داریم کانتکت داریم مخاطبی نمیگن شماره تلفن و ایمیل آدرس چند یا هر چیز. همین دیوایس با کانتکت دسترسی داشته باشه یا نه؟ دسترسی کلی را زیر میتونیم ست کنیم میگیم داشته باشه. بعد از باز ما اینجا میتونیم تعیین کنیم کدام برنامه ها دسترسی داشته باشه کدامش نه. مثلا اگه این آف بود خب هیچ کدامش نمیتونم داشته باشه دسترسی. اگه این باز ما میتونیم تعیین کنیم مثلا میل اند کلندر ای به چی اکانت مخاطبین ضرورت داره میگیم دسترسی داشته باشه. مسیجینگ ضرورت داره دسترسی داشته باشه. مپ یا نقشه ضرورت نداره میگیم آف باشه دسترسی نداشته باشه. فوتو هم دسترسی نداشته باشه. اسکایپ میگیم داشته باشه چون ضرورت است اسکایپ باش مخاطبین استفاده میکنه تا یک تماس برقرار میکنه به شکل نظر و ضرورت ما میتونیم اجازه برشان بدیم. کلندر در این قسمتی گزینه همین دیوایس ما یا همین کمپیوتر ما به کلندر یا جنتری دسترسی داشته باشه یا نه. اجازه میتونیم تعیین کنیم دسترسی شه اگر آن بود داره یا نبود نه. بعد از اینکه ما این آن میکنیم باز یک گزینه های دیگه است کدام برنامه ها در این کمپیوتر به کلندر یا جنتری دسترسی داشته باشه. از این قسمت بدانیم تعیین کنیم ویندوز سرچ میگیم داشته باشه به خاطر اینکه سرچ نیاز است ما تاریخ جستجو میکنیم یا هر چیز دیگه خود کلندر و ایمیل داشته باشه و پیپل یا کانتکت ما هم داشته باشه چون به اساس از ما یک ایونت ساخته میکنیم. فون کالز تماس های تلفنی با همین کمپیوتر ما به تماس تلفنی دسترسی داشته باشه یا نداشته باشه از این قسمت میتونیم تعیین کنیم آن بود دسترسی داره نبود نه. بعدا باز از این قسمت تعیین میکنیم کدام برنامه ها دسترسی داشته باشه به همین فون کال یا تماس. مثلا فون داره یور فون از این استفاده هم کرده بودیم یک روز ما با کمک از این میدانستیم تماس برقرار کنیم و اون تماس رو اوکی کنیم مسیج رو سال کنیم تمام کارا رو با کمک از این اپلیکیشن میتونستیم. اگه باز خواستیم آف کنیم میدانیم آفش کنیم و اگه با صورت کلی خواستیم آف کنیم از قسمت میتونیم. بعدا کال هستوری یا تاریخچه تماس مثل اینکه در تلفن وجود داره زنگ میزنیم لستش یا هستوری ساخته میشه و اون کال هستوری این دیوایس دسترسی داشته باشه. دیوایس منظورش این ماشین یا کامپیوتر است بک امو اطلاعات یا هستوری ضرورت داشته باشه یا نه اجازه. اگه آن بود اجازه داره نبود نه. بعدا باز ما میتونیم برنامه های جداگانه رو برش اجازه بدیم در قسمت کدام برنامه ها به کال هستوری دسترسی داشته باشه. اگه ای آف بود هیچ کدامش نداره اگه آن بود باز ما میتونیم جداگانه تعیین کنیم میگیم پیپل داشته باشه
چون سر کارش با تا کانتاکت هاست داشته باشه، مسیجینگ هم داشته باشه با کال استوری دسترسی، یه اجازه هست دیگه، نوتیفیکیشن هم بدن با نوتیفیکیشن هایش دسترسی داشته باشه، ایمیل داره. امی دیوایس ما تمامش تقریبا تنظیمات شده دقت کنیم مشابه است. در این قسمت امی دیوایس یا کامپیوتر با ایمیل دسترسی داشته باشه یا نه، از این قسمت میتونیم تاییدش کنیم. بعدا در این قسمت کدام برنامه ها به ایمیل دسترسی داشته باشه، از این قسمت میتونیم تعیین کنیم. اگر خواستیم به صورت یک بار تمامش آف شود و هیچ کدامش اجازه نداشته باشه، به نوتیفیکیشن ایراد میکنیم. و اگر خواستیم جداگانه ایراد میمونیم، جدا جدا این نداشته باشه، این نداشته باشه یا که داشته باشه، از این قسمت تعیین شد. تسک های را ما در کامپیوتر خود میسازیم. تسک وظیفه را میگن، مثلا یک تسک اسکیجول را یا اینکه یک ایونت جنتری میسازیم، میگم در روز بعد سالگیری فلان شخص است ما را خبر بده، این خودش یک تسک است. به مو تسک های کامپیوتر دسترسی داشته باشه نداشته باشه، از این قسمت تعیین میکنیم. آن بوده، آن بود دسترسی دارن نبود نه، فعلا وضعیت چه چیزی نشان میده؟ آن، یعنی روشن است، صلاحیت داره به نوتیفیکیشن هاش. و بعد از این قسمت باز اپلیکیشن های مربوطه را تعیین میکنیم، کدام اپلیکیشن ها با این تسک ها دسترسی داشته باشن، فعلا کدام اپلیکیشن نداریم. در صورتی که ما کدام تسک ساخته باشیم، باز اپلیکیشن های مرتبط با تسک باشن با نوتیفیکیشن های از دسترسی پیدا میکنیم. اگر خواستیم هیچ کدامش نداشته باشه آف، یا هم دوباره آن مسیجین با پیام رسانی کمپیوتر ما دسترسی داشته باشه یا نداشته باشه. اگر آن بود داره، نبود نه. و الا اپس تو رید اند سند مسیج، با اپلیکیشن های برنامه های اجازه بده که مسیج ها را بخونن و ارسال کنن، و همچنان با نوتیفیکیشن هایش دسترسی داشته باشه. کدام برنامه ها؟ اینی برنامه ها. اگه خواستم اینجا داشته باشه آف، اگه خواستم با جداگانه میدانیم جدا رده بندی کنیم، داره طبقه بندی کنیم. رادیو یا امواج رادیویی، امواج رادیویی چی است؟ بلوتوت، وای فای، انفرادت و اینا هستن. همین کمپیوتر به این محتوا دسترسی داشته باشه با نوتیفیکیشن هاش یا خیر. اگر آن بود داره، البته نوتیفیکیشن پرمیژن اجازه، اگر آن بود دسترسی داره به امواج رادیویی. امواج رادیویی گفتیم منظورش امو امواج وای فای است، امواج بلوتوت است، اونها دسترسی داشته باشه نداشته باشه، از این قسمت تعیین میکنیم. و از این قسمت هم میتونیم تعیین کنیم کدام برنامه به صورت جداگانه دسترسی داشته باشه. اگر آف بوده هیچ کدامش نداره، اگر آن باز میتونیم لیست برنامه ها رو وجود داشته باشن جدا جدا تقسیم کنیم کدامش دسترسی داشته باشه کدامش نه. آدر دیوایس، دیوایس های دیگه، دیوایس های دیگه چی؟ مثلا موبایل ما، کامپیوتر شما و غیره و غیره. کامیونیکیت ویت اند پیر آف دیوایس، با دیوایس هایی که وصل نشدن یا جوره نشدن با این کمپیوتر مکالمه کرده بدن این کمپیوتر یا نه، فعلا میتونه آن است. مثلا کدام برنامه این کار کرده میتونه، از این قسمت میتونیم تعیین کنیم ببینیم. فعلا تنها برنامه که میتونه با کمپیوتر هایی که وصل نشده باشن یا تلفن هایی که وصل نشده باشن همراه از او کمیونیکیت کنه چی است؟ یو ار فون. این برنامه میتونه و در هر صورت میتونه، در صورتی که جوره شده باشن یا نشده باشن. طریق جوره شدن منظورش اینه که مثلا با وای فای وصل میشیم، اما آی پی آدرس یک بار ذکر میکنیم، یا با بلوتوت وصل میشیم، از ما یک کد میخواد وصل میشیم. بعد از این وصل شدیم چی است؟ جوره. قبل از وصل شدن جوره نمیشه به شکل. از این قسمت میتونیم تعیین کنیم گفتیم کدام برنامه ها دسترسی داشته باشن به این امکانات. یعنی مثلا دیگه برنامه هایی که هستن دیوایس های تراستد، میتونیم با یا وصل شویم به حساب یا کمیونیکیت کنیم، ایکس باکس هست، تی وی هست، پروژکتور و غیره، با یا میتونیم وصل شویم. اجازه، اگر آن اجازه داره نبود نه، همین کمپیوتر. بعد از اون بک‌گراند اپس، برنامه هایی که در بک‌گراند به حساب اجرا میشن کدام هستن؟ در این قسمت اولین گزینه و اپلیکیشن ها و برنامه ها اجازه بدین تا در بک‌گراند مصروف کار باشن یا فعالیت کنن. در بک‌گراند چی معنی؟ به معنی از این ما فعلا کار میکنیم، یکی از فارگراند خود ما کار میکنیم. در بک‌گراند برنامه ها یک مقدار کارها را خودشان میکنن، منظورش این است کارها را خودکار کارها خود سرانه را بکنن یا نکنن. اگر آن بود اجازه داره نبود نه، اگر آف بود هیچ کدام شرکت تغییر آورده نمیدونم، اگر آن بود باز ما میدانیم تعیین کنیم کنم برنامه ها در بک‌گراند اجازه داشته باشه. مثلا من مایکروسافت ام میوزیک پلیر گرفتم، به خاطر یک میوزیک یک پلی میکنم دیگه، خود ما کاری کنم میوزیک قطع نشه، اجازه داشته باشه در بک‌گراند اجازه رنج ها. اما تو مثلا مایکروسافت اچ همراه از یک چیز را دانلود میکنم، خودم دیگه کار میکنم، این دیگه باز دانلودش قطع نشه، به خاطر از اون بک‌گراند پروسه اجازه داده. مثلا دیگهش همین قسم ما میتونیم برازی ها اجازه بدیم در بک‌گراند کار کنن یا نکنن، می نداشته باشه اجازه
این نداشته باشه، این نداشته باشه، وایس ریکاردر داشته باشه و ویندوز سیکیوریتی هم داشته باشه. بعد از اپ دیاگنوز بس از زیاد شده.